همزمان با انتشار گزارش‌های مبنی بر ربوده شدن یک روزنامه‌نگار ایرانی در ترکیه، پلیس تایلند هم برای تحت نظر گرفتن جاسوسان ایرانی به حالت آماده باش درآمده. سوران خاطری از عراق گزارش می‌دهد. خانواده محمد باقر مرادی که پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه معرفی شده، به روزنامه‌های ترکیه گفتند جمهوری اسلامی فرزند اونها رو که از یک هفته گذشته ناپدید شده ربوده. روزنامه دیلی صباح محمد باقر مرادی رو روزنامه نگار مخالف حکومت ایران معرفی کرده که 9 سال پیش به ترکیه پناهنده شده. حسین مرادی پدر محمد باقر به دیلی صباح گفته که او معتقد جمهوری اسلامی فرزندش رو ربوده. توییتر وی که بیشتر در زمینه ارز دیجیتال فعالیت داشته تا 9 خرداد یعنی همون روز ناپدید شدنش فعال بوده. محمد باقر مرادی در آذر 99 تصویری از خود به همراه شیرین نجفی در توییترش منتشر کرده بود. شیرین نجفی به همکاری با سپاه پاسداران در ربودن روح الله زم از عراق متهمه. در چند سال گذشته چندین تن از مخالفان جمهوری اسلامی در ترکیه توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران ربوده شده و یا به قتل رسیدند. سازمان امنیت ترکیه بهمن ماه گذشته یک گروه 16 نفره را به اتهام تلاش برای ربودن مخالفان حکومت ایران در ترکیه بازداشت کرد. همزمان در تایلند پلیس این کشور برای تحت نظر گرفتن جاسوسان وابسته به حکومت ایران به حالت آماده باش درآمده. به گزارش روزنامه بانکوک پست، پلیس سلطنتی تایلند دستور محرمانه‌ای را برای تحت نظر گرفتن کسانی که به جاسوسی برای ایران مظنون هستند و همچنین افراد مشکوک در میان مسلمانان این کشور صادر کرده. بانکوک پست نوشته این دستور پس از اون صادر شده که سال پیش یک جاسوس ایرانی به نام قاسم صابری گیلچالان در اندونزی دستگیر شده. طبق این گزارش قاسم صابری اعتراف کرده که از طرف یک دیپلمات سابق ایرانی در مالزی برای جاسوسی مأمور شده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.